میگه در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، این نثر چه معنی داره؟ شاعر خواسته بگه در ایام جوانی چنان که افتد تو دانی. البته خیلی از مواقع هم هست که میفته و طرف متوجه نمیشه. حالا چرا گفته در ایام جوانی افتد و نگفته پیری؟ دیگه بماند، لابد خودتون بهتر میدونید. و اما تغزل، تغزل این نیست که یکی پاشه یه دهن غزل بخونه، نه، تغزل اینه که اون کش و قوس ها و احساسات نهفته رو در الفاظ مؤثری بیان کنه که آدم خوشش بابا من که خیلی از شعر خوشخوشانه میشم فکر نمی کنم اینقدر خنده داشته باشه. حالا که دلتون میخواد بخندین، بذارین ببینم شعر چی بلدین بخونی. دلم میخواد یکی از شما پاشه و یه خط شعر احساساتی و لطیف برامون بخونه. ما که نیست. ببینم. آها، تو تو پاشه یه غزل برامون بخون ببینم. کوچه باقی باشه اب نداره. روتیل لام و رفت اسپیس دیوار می آید. پاشه غزل بردی. تو پاشه یه شعر بخون ببینم. یک همومی من بسازم چل ستون چل ببخشید خانم معلم چل... خیلی خوب، خیلی خوب، کافیه، مستفیض شدیم. لطفا استراحت بفرمایید، خیلی خسته شدیم. واقعا که مستفیض فرمودن. خب خب جناب آقای کاوه خان، یه شعر از بابا طاهر عریان بخون ببینم. میگه تو که طاهر نیی، لختم چرایی؟ لابد بعدش هم میگه تو که لختم نیی طاهر چرایی. اصلا میدونی چند خط شعر گفته؟ 21 خانم. بابا 21 آورد برد. ببینم شاعری که 21 خط شعر بگه شاعره، کی میتونه از شاعران غزل سلای متأخر نام ببره؟ خب ببینم فرید خان چی میدونه. از متأخرین شاعرانی هستند مثل نیشابوری، حکیم شفایی و علی نقی که تغزل را بارزتر و نمایانتر کردند. بین این
دسته وقوع‌گویان فرقی هست و آن این است که شعرهای وقوع‌گو بیشتر هوس‌پرست و عاشق معشوقان بازاری در میآیند، در صورتی که متغزلین نه معشوقشان شاهد بازاری و نه عشق آنان مبتذل و اوباشان است. شما اشتباه میکنید. معذرت میخوام خانم، ولی من مطمئنم خانم. نه، جوابت درسته، ولی در نشستن اشتباه کردی. تو باید اینجا بشینی و درس بدی. خواهش میکنم. والا من که سر از کار شما پول دارا در نیاوردم، شاید درس خوندنم یکی از سرگرمیاتون شده. خب بچه ها، خدا حافظ تا شنبه. تعطیلات خوش بگذره. بابا خوش میگذره و خدا نه، متشکرم، ماشین دارم. خب خدا حافظ همگی. خدا حافظ. خدا حافظ. بلند شو بریم عزیز دلم، بیا بریم بچه ها، عشق کنیم، بریم خوش بگذرونیم. خدا بهتره کاری هست که با ماشین برمیم در آغوش طبیعت به همونجا میخواب بکوبیم بخوریم سنگر بیاندادیم لنگر. آره تو بمیریم، ماشین واسه سرت گشاده، تو باید پیاده گز کنی آقا. بابا چقدر حرف میزنی، من دیرم شده گرست نمی. حرف نهارم نزن که این دوباره گشتش میشه. از سبتال تفلکی فقط شیش نساندو بشه. ببینم نهارم چه داری خواهد گشت داری؟ بنازم به ایخی که گنده. آه اینا که آبگوش نمیخورن. چه بقشبا چه کنی، ما اینطوری عادت کردیم. آقا جون همه عیونا یه رسم و رسومی دارن، تو چی کار داری چی میخوره؟ آقا جون همیشه از همه عشقی تاره، هرچی داره اون بخواد میخوریم، شکممون هم گنده نمیشه. بالاخره وقت امشب تحکیم میگیریم یا نه؟ بچه ها من میگم بریم یه جوره. نه بابا رحم خوشگلوی چطوره؟ میگن دیدنشم واسه 18 سال کم دارم ممنوعه. راست باشه. فیلم باید واسه کمتر از 50 سال ممنوعه. اوه، دیدی رفتی فیلم دیدی؟ نه بابا جون تعریفش. بچا میگم چطور بریم توی یه کابره خراب شیم؟ بابا بچا راست میگه، هر کسی هم دنگ خودشو بده. دورتون بگردم، بنده با کوبر موافق نیستم. همه هفته 100 تومن پول تو جیبی میگیرم. اون باید بدم برای ایام و زهاب تعریفشم، اگر چیزی مون برم سر پول امیر و خود کل میگه کابره به درد ماها نمیخوره. فرید تو هم یه حرفی بزن. حالا من چی بگم؟ من با تصمیم شما موافقم. پس این خونه تو خونه ما هنوز تعمیراتش تموم نشده، اونجا نقاش و نجار اینا داره کار. ما به عملی چی کار داریم بابا؟ میرین تو کار خودم تعمیرش میکنی، تو که هیچ وقت اونجا نیست. آره هر وقت با آقا تلفن میکنیم آقا تشریف نداره. باسه همینی که من بهش تلفن نمیزنم. کجا میریم؟ من چیزا مربوط به خودت. ده ببخشین خان، من بعد از مدرسه میرم دنبال کارهای پدرم. کارهای پدرش بود. بریم بچه ها. خب دیگه من باید برم، اصلا این دفعه همه تون بیاییم خونه با چطوره؟ لیلا میخوایی با برز جدیدن برسمت خونه؟ نه متشکرم، فرید منو بیاییم. ماشین فرید که هنوز نیومده. الان میام اونه هاش اومد، بیا بریم فرید. آمدم. یواش یواش میافتی تو جوب آب خرده میشی، آبش زیاده. ببریم خدا حافظ بچه ها. خدا حافظ. بپر میخشمم تقلق میکنم. بفرمایید تقلق دیگه نرگه بفرمایم. حالا بزن برو رانندگی بی سواد شده. شنبه قبل از اینکه قرار بذاریم همین بساطی. یاره یه عالم پیشنهاد، آخرش هم جمع میشیم خونه تو. واسه من فقط این مهمه که با تو باشه. راستی جشن مدرسه‌رم که دیشب نیومدی، خیلی دلم میخواست اونجا بودی. آره اونم با تمام گرفتاریایی که دارم. یعنی تو باید هر شب تلفنی با اروپا تماس بگیری؟ بهت که گفتم تمام کارهای پدرمو که به خارج از کشور مربوط میشه من باید اداره کنم.
تلفن از دستم نمیفته. اون وقت مجبورم بدترین ساعتهای شب به تلفن بزنم. خدا رو شکر که اقلا تو مدرسه میبینمت، چون هر وقت خورتون تلفن میکنم یه نفر میگه سلام لیلا خانم، فرید خان رفتن بیرون لیلا خانم، کار مهمی داشتن لیلا خانم. هر وقت برگشتم بهشون میگم بهتون تلفن کنن لیلا خانم. باش میگه احمق، چرا اینقدر میگی لیلا خانم لیلا خانم؟ ها منم که هر وقت بتونم به تلفن میزنم. دلم میخواست مدرسه 24 ساعته باز بود تا من هر روز مثل الان پلوی تو بود. یه تلقت گرم شد. اما حیف که چند وقت دیگه مدرسه تعطیل بشه. بهتر تعطیل بشیم، بیشتر وقت داریم با هم باشیم. برادرهایی ولی اگه قرار باشه برم مسافرت چی؟ نه بابا رسیدی؟ بگردیم تو خیلی برم میام. این چی جور ترمز کردن احمق؟ برو پایین ازشون معذرت خواهی کن. واسه چی؟ عقبی ها باید از ما معذرت بخوان. آخ دایی جان که خونا لیلا خانوم و مجنان هن جانم. نه دایی جان، لیلا خانوم و مجنانه که نمیگم، ماشین عقبی رو میکم که همچین زرتی زد به عقب ما. عیب نداره بذاریم بریم. اینه میگن یه آقای بلند نزن دایی جان کش کولی. معلوم اخمخ، ایشون میلیونر 50 تومان 100 تومان که واسه شون اهمیت داره. ما باید میگی خوب پس با این لینک هم هوا کن. ای ها چه خبر تمون؟ خواهش میکنم بفرمایید در منزل. ببینم مرد که کج و کوله مفنگی، مگه تو کوری؟ مگه چش نداری ماشین میگونی؟ مرد که زدی داغون کردی، پس ترمز بس چی؟ اگه ترمزونه که تو گرفتی میخوام ششو نباشه. کوریشو میدی یا یه دونه اردنگی بزنمون؟ لیلا بله. اگه من این که اصلا نبودم بازم منو دوست داشتی؟ چی تو؟ منظورت چی؟ اگه بیپول بودم؟ برو بیپول شو تا بفهمی. 50 تومن ازت میگیرم. 20 تومن میگیرم. 50 تومن 1، 50 تومن 2، 25، 50 تومن 3، 50 تومن 4، 3 تومن. خب بده من برو خرجش کردم سنگ. بگه بگه اینم 3 تومن. برو خدا شکر کن که عجله داشته. اگه عجله نداشتم بهت میگفتم. کم برو خدا شکر کن که از عقب زدم. اگه عجله زده بودم یه شم نمیدادم. حیف که حال حوصله کتک زدن نداشتم. خدا خدا اگر جای آقا پسر بودم یه دفعه که شده واسه امتحان بهش میگفت. خب اومدیم و بهش گفتم. بعدش چی؟ خب بعدش بالاخره بعدش علی بعدش هم بالاخره آخرش از اون جرو رو زیر کنم ولی نکردم. تو به درد درشکه میخوری به خودم که تورم با من ببندم بهش توقع آدم بکشم دای جان ناپل او کشتی کاشکی تو جلو ماشینم بودی زیرت میکردم. برم تخت خوابشو مرتب کنم. برو مرتب کن دیگه، چرا قور میزنی همه کارا من باید انجام بدم؟ بذار باشه من خودم یه منجام میدم. نگاه کن تو رو خدا، تو لازم نکرده تو فکر درس خوندنت باش که یه آدمی بشی. مگه یادت رفته وقتی تصمیم گرفتیم بهت کمک کنیم با هم دیگه چه قراری گذاشتیم؟ ها بله، ما تو رو تحت حمایل میگم حمایل حمایت خودمون قرار داده. حمایت من مال تو مفتم گرونه. شوخی نکن دایی جانا، موضوع جدیه. ما میخواستیم واسه تو بشویم بابا ننه. بابا و ننه هر دوشون توی روح منن. بله بابا و ننه تو روح ننن. خلاصه تو مثل بچه خودمون میمونی. تالا بحمدالله همه چی پیش رفته، خوب پیش رفته. به تخت خواب دادیم، رخت خواب دادیم، میز دادیم، چند تا قاب دادیم، آفتاب دادیم و مهتاب دادیم. صاحب خونم هر وقت که اومد اینجا اصلا متوجه هیچی نشد. حالا بعد از این همه زحمت که تو به سن بلوغ رسیدی، رفتی فیلت یاد پاکستان افغانستان کردی، رفتی عاشق یه دختر پولدار و ثروتمند شدی، به خدا شیطون میگه همچی بکنه. از اون گذشته پسر جان من، تو ممکنه عقده خود کمبینی هم پیدا بکنی جان من. باز گیره اکابر پروندی ها. ما برای این که کمکت کرده باشیم که تو درستو بهتر بخونی، هر چی خواستی وزد فراهم کردیم. داره از هیچ چیزی هم فروگذاری داریم اکردیم. کمکت میکنیم که خودتو یه میلیونر درجه یک جا بزنی. ما برای تو همه چی جانم تهیه کردیم. ماشین آخرین مدل، سرپیش خدمت فهمیده، راننده اولاخ، هیچ پیش خدمت چلاغ. اجازه بده اجازه بده من حرف دارم. ببینم تو هیچ میدانی که
میگه در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، گرچه پیر شوی جای ندارد. نمیدونم خلاصه میگه عشق گورستان ازدواج است. بله عشق گورستان ازدواج است و یک گورکن دارد که اون گورکن ایشان است. ای به گور اون پدرت، اصلا معلوم هست تو چی داری میگی؟ بله هم حرفای من سر داره هم ته داره. بفرمایید آهن رو با داره. اصلا حرفای تو بی سر ته جان من. اتفاقا اشتباه میکنی، هم سر داره و هم ته و هم تهدی. تو یک راننده بی سواد بی سوادی. تو هم یک سر پیش خدمت کچلی. کچلی بهتر از بی سوادی. تو هم یک کچل بی سواد. احمقی میگم بی سوادی. خیلی خوب حالا راحت شدی؟ آره بابا آره. چی تو میگی؟ بله چی شد؟ بفرما. چی ببین ناراحت شد؟ خب پس رفت دیراز دیراز شد برای اینکه حدس حرفای تو کلافه شد. برو برو از دلش در بیار جان من. دلش در بیار جان من. که نیم پرتا بی کمک سام نریکن. من اومدم از دلت درارم این نمیذاری. من اول با یک نصیحت پدرانه شروع کردم ولی تو اونو به اعماق ظلمت کشانیدی. از اکابر به پایین حرف بزن ما هم بفهمیم ظلمت و اعماق کشانیدی. چی کشانیدم نفهمیدم جان من. اون در فراغ عشق بهتر از پهلوش دور بشی. راست میگی بهتر دوری کنیم. آره بریم ولی نه بهتر نزدیکی کنیم. چرا نزدیکی کنیم؟ آقا امشب واسه مهمانی چه لباسی به تن مبارک میپوشی؟ خب معلومه البسه آقا رو بنده تنشون میکنن. نه خیلی برنگه خسته شد واسه اینکه نشون بدم میلیونرم تو ماشین مردم میشینم، تو خونه مردم زندگی میکنم، لباسای کس دیگه رو میپوشم، اصلا همه چیز به لیلا میگم، حتی اگه به قیمت مدرسه نرفتنم میشه. بابا خفن کردین بس دیگه ولم کنی. بابا اجازه من اینطوری روست کنم دیگه. شلوار لباسات شلوار اصلا انگار واقعا یک پسر میلیونه که از بالا از این شیگه رفته تو استخب مرگ تو. نگاه کن چی ساختم داره خدا. اگه دست این سپرده بودم یه دلقک تو رو میزم. اون از طرف با اطلاعی نداره. خیلی متشکرم ولی باور کنیم من لیاقت این کارایی که واسه من میکنی ندارم. شر شد به جان تو ترگل و برگونه. اینو یک پسر میلیونر برای اینکه من تنش کردم کردی. برای اینکه من تنش کردم. برای اینکه من تنش کردم. برای اینکه بنده تنش کردم. اصلا دیگه دارم خود خودم لباسم بپوشم بابا. انگار اونجوری که فکر میکنی فرید سرش به تو یکی گرم نیست. خب منظوری نداشتم. یه ذره مسئله کهنه و قدیمی فکر میکردم. تو اصلا فکر کردم بلد هستی. فقط 6 ماهی که نمیتونم فکر کنم. ولی خودت شاهد بودی که 5 سال تموم خیلی خوب فکر میکردم. بهتره فراموش کنم. شما دخترها چه زود فراموش میکنید. 5 سال به 6 ماه میفروشیم. شاید اون ذره مسئله واسه شما ساخته شده که میگه نوک اومد به بازار. آره میدونم نوک میاد به بازار ولی همونطور که گفتی ضرب المثل دیگه کهنه شده. وای فرید اومد. ها بالاخره تشریف آوردن. البته اینا سلام. میدونم که گرفتاری مهمی است. آه خیلی دیر کردی فرید. خیلی معذرت میخوام. از همه تون عذر میخوام. میدونی گرفتار شدم. اما از دست شما میلیونرا گرفتاریتونم مونده بالا. خیلی مثلا مجازات دینی که اولین رقصتو با من شروع کنی. کی سوار ما شد؟ حال ما رو گرفتن. بچه‌ها هر چی رفتید دیگه بسه. چرا؟ ولی من تازه اومدم آخه. دیر اومدی آقا. حالا واسه اینکه تنبیه بشی باید یه دهن بخونی. حالا ما چه گناهی کردیم که باید زجر بکشیم؟ بخونی. نمیشه منو معاف کنی. ناز نکن. اگه عروس بود تا حالا بله رو گفته بود رفته بود تو هشت. کاش این ابرها اینقدر میباریدن که سیل خون همه جا رو برمی‌داشت عزیزم.
بازم که شعر گفتی. کدوم شاعری میتونه به چشمای مست تو خیلی بشه ساکت بمونه؟ چیزی یه روزی تموم میشه و از بین میره. ولی عشق جاودانه. عشقم که به دروغ آلوده باشه دیر یا زود میمیره. چطور ممکنه دو نفر که همدیگر رو دوست دارن به هم دروغ بگن؟ گاهی وقتا آدم ها واسه اینکه محبوبشون رو از دست ندن ناخودآگاه به دروغ آلوده میشن. تو تا حالا به من دروغ گفتی؟ من؟ چه گردنبند قشنگی داری عزیزم، خیلی بد میاد. متشکرم. رفته بودیم خرید، چشمم اینو گرفته و مامان رو تیغ زدم، خیلی واسش گرون تموم شد. سلام. بحبه سلام آقای دانش. حال سرکار. متشکرم، حال شما چطوره؟ مثل اینکه هر دومون بخشناس هستیم. بله بله. پسرم کاور اومد. بله بله، خیلی خوشحالم. بله شکرم، بشینید. خب چی میدونی؟ ویسکی لطفاً. لطفاً سه تا ویسکی. شش. بله بله، اینجا غذاش خیلی خوشمزه. خیلی خیلی باحال. هم سه تا جوجه کباب برای ما بیارید که خونش قیمان داشته باشه. میدونید آقای دانش، سال آینده با پسرم معامله میکنید، چون به محض اینکه درسش تموم بشه در شرکت ما به عنوان معاون استخدام میشه. آه خیلی خوبه، خیلی خوبه، تبریک میگم. منم با شما کنم بیدم، باید بیشتر از جوانا استفاده کنم. بله. به افتخار معاون آینده. سلامتی. میدونید آقای دانش، محصولات من در خاورمیانه هیچ رقیبی نداره. بله درسته. و به خاطر همین موضوع امسال چند تا از کشورها دو برابر سال گذشته به ما سفر. من هفته آینده میرم به روم و کانادا، سعی میکنم اونجا بازار فروش مناسبی براتون ایجاد کنم. خیلی متشکرم. خب بهتره بریم تا به محصول برسیم، ساعت درست هم بله خواهد شد. به چی اینطور خیره شدی؟ چرا نمیای؟ زود باش دیگه داره دیرمون میشه کاوه. الان میام پدر. وقتی در داخل محفظه خلأ کامل به وجود اومد، یعنی وقتی تمام هوای محفظه رو خالی کردیم، چوب داخل اون وزن مخصوصش رو از دست میده و قدرت جاذبه زمین بی اثر میشه. حالا خوب تماشا کنین، چشم‌بندی نیست آقایو، تماشا کنین دیگه. دب کنین بچه ها، یه قطعه مون بغل داره که الان از توش مار در میاره بیرون. چه خونک. و حالا این قطع چوب کوچیک در خلق قوته ور میشه و هی گردش میکنه. توجه کنین، ده توجه کنین دیگه. توجه کنین چرا اینطوری شد. یه چی میشه که اینطور میشه؟ دیالا قوته یه قوته ورشو، مگه به تو نمیگم قوته ورشو؟ نمیشه. لابا پمپ مکنده خراب استاد. نه اون درست کار میکنه. راست میگه، عیب از یه چیز دیگه. خب بفرمایید عیب از چیه؟ حتما اتفاق سویی رخ داده. بله حتما اتفاق سویی رخ داده. واقعا عجیبه، با وجود خلأ مطلق تیکه چوب مثل کنه به تش چسبیده. حالا چه وقت چسبیدن جانه؟ قوته ور شو دیگه. کارا برعکس، صد دفعه تنهایی عمل کردم نچسبی. نگاه کن بعد شانسی ما رو ببینا، تا حالا اینطوری نشده بود. قوته ور شو دیگه. اجازه میفرمی؟ به عرض ببینم چی میخوای بگی؟ اجازه هست. آره چیه؟ با اجازتون میخواستم بگم که اون قطعه چوب هیچ وقت شناور نمیشه. برای اینکه چی؟ بگو چیه دیگه؟
من منتظر بودم ببینم کدوم یکی از شما موضوع خوب متوجه میشه. خیلی خوب، حالا بگو ببینم چه علتی وجود داره که این چوب شناور نمیشه؟ چرا نمیشه؟ بیا جلو، بیا جلو توضیح بده ببینم. بیا اینجا توضیح بده پسرم. توضیح بده. شی ما شناور نمیشه برای اینکه خلای مطلق به وجود نیومده و تا خلای مطلق به وجود نیاد شی شناور نمیشه. قطعه چوب با چسبیدن به جدار تحتانی محفظه یه حباب کوچیک به وجود آورده. لازم بود همونطور که پمپ مکنده در حال مکیدن هوا بود محفظه را دائما تکون تکون میدادین تا این قطعه چوب مرتبا در حال حرکت باشه و از چسبیدن به ته شیشه جلوگیری بشه. پس به نظر شما من باید محفظه رو تکون تکون میدادم؟ بله تکون بدم. درسته. ای بیهوشا تنبلا، باید از ایشون یاد بگیری. خیلی خوب، حالا مجدداً آزمایش تکون تکون رو تکرار میکنیم تا اینو تماشا کنن. بفرمایین شما تکون بدین، بفرمایین محفظه رو تکون بدین. بله چشم. شاید تکونای من کافی نبوده، منم دیگه اصلا حرفی نمیزنم. دیگه خودتون میدونین چی کار باید بکنین. خوب تماشا کنین، نگاه کنین، شاید زرنگ در کنار معلمش داره تکون تکون میده. شاید ما دیگه پیر شدیم که نمیتونیم خوب تکون بدیم. برای دیگه تکونم بود همون تکونای قدیم. هم به نحو احسن کار میکنه. حالا مشغول ایجاد خلأ مطلق هستیم. هستیم دیگه؟ حالا شیخ شروع میکنه به نوسان، شروع میکنه به قوطه ور شدن. هنوز تکون نمیخوره ولی بالاخره تکون میخوره. خیال میکنه شاگرد زرنگه. اگه تکون نخوره بالاخره یه وول میخوره دیگه، ولی داره تکون میخوره. الان تکون میخوره، تکون میخوره، تکون میخوره، تکون میخوره، تکون میخوره، 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 تکون میخوره. نخه تکون نمیخوره. چرا؟ نمیدونم. فرید خان ممکنه توضیح بدین حالا دیگه چرا تکون نمیخوره؟ بله آقا، چون پمپ هوا رو نمیمکه. چطور نمیمکه؟ حالا دیگه پمپ ما از مکیدن افتاد؟ نخه قربان، برای اینکه شما پاتونو گذاشتین روش. روشه؟ چیه؟ آی مخشوشه، واقعا عجیبه ها، واقعا عجیبه. پس تو متوجه شدی که پام رو لوله بود؟ احسن جوون، احسن جوون، واقعا احسن. مرگ تو، تو اصلا میتونی اگه من نباشم جای من درس بدی؟ بله چشم. وجود دو تا آقا سر کلاس زایده. پشک میندازیم سر از من آخر از تو پشک، یا سر از تو آخر از من پشک، یک موسه پلش. ببین اصلا بدون پشک هر دوم میریم، چون زنگ خورد جوون، زنگ خورد. بله مرحمت همه کی زیاد، پایتون کم نشه. مخلصم، مخلصم، بگون شما. خدافظ. تو مطمئنی که خودش بود؟ حاضرم شرط ببنده. حاضری شرط ببنده یا میبنده؟ گفتم که با پدرم تو رستوران بودم، البته من فقط یه لحظه دیدمش، یه لحظه. اونم از دور. من که اصلا نمیتونم باور کنم، آخه چطور ممکنه؟ پس اون ماشینای بوی شیکی رو از کجا آورد آخه؟ اون راننده، اون همه احترام. ویلاشو چرا نمیگی؟ گل گفتی، ما به وسیله همون ویلاش میتونیم همه چیزو بفهمیم. اگه آخرش لیلا رو از دستش در نیوردم، حاضرم به همه تو یه سور بدم. آره راست میگی. رو دستش میذاریم امشب تو بیلاش یه مهمونی بده. چطوره؟ خوبه. سلام، منم فرید. گوش کن چی میگم، امشب دوستای من میان به ویلامون. نه نه بابا، من دعوتشون نکردم، خودشون رو وعده دادن. آخه چرا ممکن نیست؟ نمیفهمم. هایده خانم که گفته دوشنبه از مسافرت برمیگرده. بد جوری گیر کردم، چی کار کنم؟ نه دیگه نمیتونم هیچ بهانه‌ای براشون بتراشم. به خدا آبروم میره. خیلی خوب، متشکرم، ممنونم، خیلی ممنون، قربون تو، خداحافظ. درست شد. من
ای خدا کنه زودتر مهمونی تموم بشه تا گندش در رنگ بده. آتیب میزنی آب دایی که به حال تک تو ببینی تمام دوست و همکلاسیاش هیدونه ویدونه چارشاخ مونگن دیگه واسه شون حد کنه که فرید راستسه کی آدم حسابی مثل بابی نیست. آدم حسابیه پسر منه دیگه، من که دلم عین سیب و سرکه داره میجوجه. سرکه و سیاق دیگه میترسی تا آخر برج از گشنگی بمیری؟ خب باز مساعده میگیریم دو برج بعد میگیریم میخوریم قصه چی؟ نه جانم موضوع پول اصلا در بین نی، میگم نکنه یه حسر کله خانوم پیدا بشه، اون وقته که دیگه راستی راستی دیگه گندش در میاد و پدر زب بچه رو در میاد. راستی که پدر در میاد و وای وای دارن زنگ میزنن، این ریشت بکنم بزنم زیر پام لیه کنم. اگه خانم باشه چی کار میکنی؟ هی نفوز بعد بزن، هی نفوز بعد و بیا چلو و جلو در بشو سخته منه بیا چلو گفتی بود پس نوکر بشی اخ سمدش خودش چی کار میکنی حالا؟ سلام خانم. اخی سلام از برم خانم قربانتون بگردم اینا باقی 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 چی آمون؟ سب کنیم ببینم چراغا رو چونه روشن کردیم؟ چرا چراغا رو روشن کردی؟ اون نکرده برق قوی فشار رو برده چیزا خود به خود روشن شده. دیدی؟ لابد به رادیو فشار رو برده اونم خود به خود روشن شده. بیسیم همسایه زن آقا. دیدی این دوتا بسه دیگه تو ویلای من چه اتفاقی داره میفته؟ تو ویلای خانم چه اتفاقی داره میفته؟ تو ویلای خانم چه ویلایی داره میفته؟ بسه دیگه بهتره بریم راستشو به خانم بگیم جونمون رو خلاص کنیم. بریم جونمون یه جریاناتی پیش اومده که بهتر شما حقیقت رو بدونید. فرید بیچاره ما در عاشق شده یک دل و نیم عاشق شده. آره عاشق یکی هم کلاسی های خودش شده یه دختر پونزده. فریدم خودش یک میلیونه نشون داده. این شما بگید کجا میتونست دوستای خودش رو آبه دعوت بکنه؟ تو آب دعوت کنه جان میگیره تو ویلای من؟ به این خانومم با ما هم عقیده میگن تو ویلای من. خانومم با من هم عقیده. من هیچ عقیده ای ندارم. شما بدون اجازه من حق نداشتین این کارو بکنین. بدون اجازه؟ آخه ما چطوری میتونستیم ازتون اجازه بگیریم؟ شما که اینجا نبودین. لازم نبود اجازه بگیرین. خب بله لازم نبود، ما اجازه نگرفتیم. درست بی اجازه نباید راشون میدادین. شما اصلا اخراجین. راجب اون میلیونر دوستاشم خودم تصمیم گرفتم. خدا ما رو بیرون کنین اما اونو خیتش نکنین. خاله اون راست میگه، اون جوون خجالتش نکنه. خدا دستم به کدامه کچلوارت اون وقت دیگه نمیتونه باشه تو اون مدرسه بذاره کار اون دیو. چیه داره آواز میکنه؟ قربونش برم پسرم دیگه. روح آدم پرور تشیب ببرید تو هنجره ببینید چه میکنه بچه. کجایی که روح خواهرت به دوستت معرفی. خواهرم معرفی میکنم. علیکم. بچه ها برای چند لحظه برادرم ازتون میگیره، چون خیلی وقت ندیدمش، باهاش خیلی حرف دارم. چرا بیکار نشستین؟ پاشین برقصین، خونه خودتونه. راست میگه بچه ها، برقصین. میرم واسه تون یه آهنگ بذارم. بابا یه بابا کرم بذارم ارتو کمره فرامونه. بابا زیر چیز پشمه هم بذاره. انت غلط داشته باشیم. خیلی راست احمدی با دبل سی می نویسم یا یه دونه سی؟ برحال من که با دوتا سی نوشتم، نمیدونم درست نوشتم یا نه. چه میدونم، برو از فرید بپرس. اون زودتر از همه ورقش رو داد رفت بیرون. راستی اون مدرکی که میخواستی به ما نشون بدی چی شد؟ خیلی وقت داری وعدش میدی. همین امشب چیزی نشونتون بدم که از تعجب شاخ در بیاری. باشه. فرید ببین اینو درست نوشتم. آره درست. سوالا خیلی سخت بود. تو چیکار کردی؟ مال من بد نشد، سه تا غلط بیشتر نداشتم. خوش به حالت، من بی خودی عجله کردم ورقمو زود دادم، نمیدونم درست نوشتم. فکر میکنی تو چند بشی؟ هی بد نشد، فکر کنم دو بگیرم. راستی لیلا تو سالونه؟ آره راستی اکوردینگ واسه من اسپل کن. ای دبل سی او آر دی آی ان جی. هیت کردم عوضی نشد. با چیکار کردی لیلا؟ خیلی خوب شد. خب الان بده گوش کن لیلا. مادرم اومد. باشه فردا بینم. باشه خدا. سلام.
قربان. کادیلاک در اختیار مادمازل خواهرتونه. جگوارم سرویس. وای سیمون کجا داری میگی؟ بنزم که زده بودم بهش تو گاراژ. بنابراین باید تا خونه پیاده گشت. بفرمایید کجا داری حیوان؟ خب تظاهر دیگه کافیه، من فردا همه چیز به لیلا میگم. هزاران آفرین، صد بار کله، آخرش هم تو درست پیشرفت کردی هم تو زندگیت پخت مخته شدی. کجا میری حیوان؟ چه این ور یه خونه خودتا نگر داره حیوان خر. آقا که درخت نیست. آروم باش حیوان، آروم باش آقا، یه تکون بخور که این طول سگ ببانه. شما آدمی نمیشه پای شما بی ادبی کرد. این اینجا نمیفهمه، یه تکون بده خودت. بگه ببینم آقا جا میگیری دوز نماره بخونم یا نه. بیا کنار حیوانت از آقا جون، این سگ نمیگیره. فقط یه تکونی به خودت بده، کار تموم. حالا خیز میشی یا مرگ مادرت. یه تکون بخور، تکون بخور آقا جون. دیوونه شدی مرچی که مگه من رقاشم که خودم رو تکون بدم؟ تاجی کو حرکت مرچی نایشابی. چی کار داری میکنه؟ نمیدونه. راحت شدی؟ توف به گور پدرت. خیش کرد یا خیش کرد؟ یه فرما نگفتم تکون بخور سیخوان ازا. خب حیوانم خیال کرد درختیم شما. یه به گور پدر پدرشگش خنگید. خودتی چرا توهین میکنی؟ من که گفتم تکون بخور جانه، من گفتم تکون بخور. اشارتش عجب میگیرم، پدرشو در میارم. ادرار در ملعام جون داره. حالا نشونه دی میدم گیه من شد. میگم گیه من شد کیه من ماش چقدر کره گده. نفهمیدم مگه بنده خیس کردم که خسارت میخوای؟ خب واسه تو آفتاب خشک خشک میشه. مردم چی میگن؟ خیال میکنن کار خودم بوده. نه خیر، از بوش معلومه که کار سگی. بله من از دشتت آرژ میشم. قضای حاجت سگ که جرم محسوب نمیشه قربان. خیلی خوب که دعوا نکنین، بیا بریم کار داریم. حالا پدر من در پیکرش که بده چنگیز دارم. میزی که رزرو کرده بودین با چکرم بفر. بیا بفرمه. بیا مچه، بیا تو بره مچه. آینا میزی عجب محیط بیروحی داره ها. چه میگه؟ اینجا پر از چیزای غیر منتظرم. حالا یه دقیقه صبر کنید. به فرید خبر دادی؟ من که خبرش نکردم. والا چه خبرش؟ نمیدونم کسی خبرش کرده یا نه. من به خونه‌شون تلفن کردم. من خودم بهش خبر دادم. چند دقیقه دیگه پیداش میشه. اون هاشه. اینجا که تحقیرش کنم. باید از من ممنون باشی. این کار کردم که عشق شما رمانتیک تر بشه. عشق یک دختر ثروتمند به یک گارسون فقیر. خب دیگه چی میخوای؟ مجید لطفا منو برسون کن. کجا میری بچه ها؟ من پشت میریم. یعنی که صحنه جالبی بود نه؟ نه. همه شو رفتن؟ خودت که میبینی؟ لیلا چی؟ میدونی فرید، لیلا دختر حساس و زودرنجه، نمیتونست رو تو این بس ببینه. بهتر دید از اینجا بره. ولی تو اینجا موندی که نتیجه کار ببینی. من موندم که تو برام پیش خدمتی کنی. خب گارسون، برای من یه بیفتک بیار با یه سالاد فصل. چشم سر کن کبریت بزن.
قلم افتاد. بله چشم، الان یکی دیگه میرم. دولاشو همینو بردار، زود باش. الان دسترتون هم میارم. ازش یه ریزه شده دلم میخواست الان اینجا بود میپریدم بغلش میکردم ماچش میکردم موچش میکردم موچشم میکرد میگم معلوم نیست ما راستسگی داریم گریه میکنیم یا از آب پیازی که داریم آب گوله میگیریم من که گریم راست رسکیه جون من اتفاق مال منم خیلی راست راسته میگم چطوری افتضاحنامه میسیم رد کنیم به خانوم خداحافظ شما مرمت استعفانامه چی نامه استعفانامه فهمیدم حالا چرا عویجا رو میخوری مال خوراک زهره میدونی که خانم عویجا خیلی دوست داره من تو خرد میکنم تو خانم خیلی بشیم داره ما میکنم تعظیم از میکنم سامبری بریکو
آخه خوشتی اصلا دیشب خواب به چشم من نبرد. آخه پسر شب میخوای بری خوشگذرونی، اقلا یه زنگی بزن، اثری خبری رستورانم تلفن زدیم بفرما مثلا پسر بزرگ کردیم کردی نشستی سوچ و پوش ای کون نده بالاخره منی میدید بابا بگو مردی که مریضی داخل مریضی با عبور حیثیت مردم بازی میکنی توف بگور پدرت پدر آدم هیچی ندار لعنت بر پدرش لعنت اینه میگه برم به خانم بگم همچی درست حسابی پوزمالیش کنه مرگ تو حالا میبینی خانم بله بله به قول دایی جان رحیم اگه میخوای شکم شغال و تیک پاره بکنی گرگو بنداز به چنگش بنداز به جونش نه به چنگش رفت و فیلی بیش که میخواد بنداز به جونش بیا بخور حال بیای بگیر مرسی میدونی جوانایی مثل تو اینه که قدرت تشخیصتون ضعیفه نمیدونین چی براتون خوبه چی بده با یه قوره سردیتون میکنی با یه خرما صورتتون جوش میزنه سلامتی سلامتی پول گاهی وقتا ملائک خدا رو هم گول میزنه بچه ها که دیگه جای خود دارن هیچ فکر نمیکردم اونم مثل بقیه به پول فکر کنه هرچی تلفن میزنم قطع میکنه بعدها همه چی درست میشه اون وقت تلافی کنه نه دلم نمیاد هیچ وقت نمیتونم ناراحتیشو ببینم بعدا میتونی به سلامتی اون روز خب درس امروز ما ادامه بحث شعرهای قرن ششم هجریه و به اینجا رسیدیم که شاگردان مولانا محمد بلخی بزرگترین شاعر و فیلسوف قرن ششم هجری نزد شمس تبریزی می روند تا از غیبت استاد گرانقدر لیلا لیلا بله خانم معذرت می خوام خانم حواسم پرت بود چی کار می کنی؟ به صندلی خالی نگاه می کنی؟ اقلا اگه یه جوان خوشگل اونجا نشسته بود یه چیزی نه خانم من معذرت میخوام خب گوش بدین نگاهتونم به من باشه البته یه جوون خوشگل نیستم ولی نیمکت خالی هم نیستم خب داشتم میگفتم که شاگردای مولانا محمد بلخی که پسر خودشم جز به اونا بود و علاقه زیادی به محفل پدر داشت بازم شروع شد للا من خانم بله شما خواهش میکنم اون جای خالی رو پر کنی چشم جای خالی پر کنم آها حالا درست شد دیگه لیلا خانم هی سرشو بر نمیگردونه اونجا معذرت میخوام خانم اگه چند دقیقه اجازه بدید میخوام برم برم اشت میتونی بری من چند دقیقه میرم و برمیگردم سعی کنین صدا تو نره بالا ببینم چی شده دختر جون ها؟ برای هیچی اینطور اشکت سرازیر شده؟ اشتباه نکرده باشم تو به جای فرید نگاه میکردی حالش بده؟ نه خب پس آسمون یه ذره ابری شده یه کمی بارون میاد و بعدم هوا صاف میشه چیزی دیگه به آخر زنگ نمونده میتونیم سر فرصت با هم حرف بزنیم من که تاریخ شعر و شاعری و ادبیات و بلدم بچه هم اصلا نمیخوان یاد بگیرن Yeah.
جالبی داشت. آهنگ خیلی قشنگه با فکر کنم. آهنگ داشت. اون باید آهنگ خردر چمنه بخونه. بچه ها من رفتم کجا؟ من هم رفتم بچه. سلام. بیلا میخواد برسانه. نه مادرم اومده. باشد در این زیر کامیون. نوازه باش. تاکسی. سلام. منتظر تاکسی هستی؟ بله خانوم، نصف عمر ما در رفت و آمد و نصف دیگه‌ش هم در انتظار اتوبوس و تاکسی می‌گذره، نصف دیگه‌ش هم بیخود می‌گذره. بله درسته. ما هم که وسیله داریم، نصف عمرمون پشت چراغ قرمز رو راه بندون می‌گذره. بله خب هر چی باشه از سر پا منتظر ایستادن بهتره، چون آدم اینقدر باید منتظر باشه که علف سیر پای سبز. خب بفرمایید برسونمتون. کجا؟ اونجا پارکش کردم. بفرمایید خواهش می‌کنم. لطفاً. خجالت هم می‌دین. به جان شما تالا توی ماشین شیک سوار نشدم، همش موتور سه چرخه و دو چرخه و یه چرخه، یه دفعه با موتور بی چرخه اومدم سر کارم. ولی خب نمیخوام مزاحمتون بشم دیگه، چه کنم کار دارم. واقعا چه ماشین قشنگی دارین، این ماشینتون بله؟ واقعا چه ماشین قشنگیه، نگاه کنید. اینم میگن ماشین، تو رو خدا نگاه کنید، اونم میگن ماشین، به اون ابو طیاره میگن ماشین. مردم سوار چه چیزایی میشن، اولاق از اون بهتر میره، حتی ژست هم میگیرن و میگن ما ماشین داریم. دور خود نگاش کنید، بریم جلو، بریم جلو، نگاه کنید، بخورید، بخندید به ماشین آقا، نگاه کنید. بله اینه، اینه که چیزه، چه جالبه، واقعا جالبه، اصالت تاریخی داره. کی میگه این ماشین بده؟ ماشین به خوبی کی میگه بده؟ خب هر چی باشه شما استاد تاریخین دیگه، همه چیتون مال عهد بوغه. از کدوم در باید سوارشن؟ از جلو، جلو، ببخشین، خیلی معذرت میخوام. استراد تو فردا حاضر میشه با کمپانی قرار داد بست؟ آره، چکشم گذاشتم به حسابت. مرسی. میترسم یه روزی تو رو از دست بدم. این چه حرفی میزنی؟ من هرچی دارم از تو دارم. ولی آدم فراموش کنه. شما هنوز متوجه نشدین که این دو عاشق شده؟ عاشق شده؟ عاشق کی؟ شما مردا عشق تو چنگتونه و متوجه نیستین. چی گفتین؟ شما میخواین بگین این لیلا خانم عاشق بنده شده؟ شما مثل این که به غیر از فیزیک به چیز دیگه ای فکر نمی کنین. بنده نمی کنم. آخه چطور ممکنه عاشق شما شده باشه؟ اون سخت عاشق فریده. شما رو فرید. شما رو زنی به سن و سال من میتونه دوست داشته باشه. ای خدا، خدا جون، سلام علیکم، شکرم. پس به نظر شما من مردی نیستم که زنا دورم بندزن یا میندزن؟ بله میتون بندزن. به نظر من شما رو باید جمع جورتونم کرد. نکنین تو رو خدا، نکنین. به سرخیب نداری یا باید مثل دوتا آدم حسابی باهاش صحبت کنیم و گل قضیه رو بکنیم. چی داری میگی دایی جون؟ من ممکنه برم تو باغچه گل بکنم و گل کاری کنم، ولی خیلی نمیدونم. ببخشید قربان که ما اینطور وسط خیابون مزاحمتون شدیم، خیلی معذرت میخواییم. بله اونم پلوی همسر محترم گرامی مرحوم مفهوم. نه من همسر ایشون نیستم آقای مرحوم. خب میشی؟ از اولش معلوم بود. ساکت شو بزد، ساکت شو. معلوم بود؟ ببخشید قربان، ایشون منظور بدی نداشتن. بله. خب دیگه فهم ایشون همینه. بله قربان، بنده رحیم، دایی آقا کریم. بله میم داره تش، دوتا میم داره. ما نیومدیم تو زندگی خصوصی شما دخالت بکنیم. بله. اصلا به این خرف که مربوطه که این خانوم زن شما هستن یا مترس شما هستن یا معشوقه شما. آقا جان چرا مزخرف میگی؟ مگه این چیزا به قیافه من میاد؟ چه حرفا؟ خیلی معذرت میخوام. ببخشید دایی جان، کج کلی من منظورش اینه که واقعا شما خوشگل هستین. خب آدم باید بالاخره خوشگل باشه تا بتونه مثلا مترس باشه. ببخشید خانم که ما از سادگی اون حرفایی میزنیم به شما بر نخوره. خیلی خوب حالا اگه ببینم چی میخواین. قربان ما میخواین راجع به فرید با شما صحبت بکنیم. فرید وفایی برادر تلفن میزنم جواب نمیدید. بله قربان. خب چی میخواین بگی؟ شما کیش هستی؟ کیش هستی؟ میدونین اون مثل پسر ما میمونه، یعنی ما بزرگش کردیم، ما درشتش کردیم. شما باید آب و هوای اونو داشته باشید قربان، والا پسر بدی نیست. باور بفرمایید.
شدی؟ بله بله، پسر بسیار بسیار خوبیه. درسته، ولی این بچه متاسفانه داره با این کاراش و غیبتاش پشت پا به آینده خودش میزنه. خب شما ملغش کنین برید. احمق جون موفقش کنین. آره درسته، همونه که دایجان کشکولی میگه. به هر حال شما مزیر منه که فهمیدین یا نفهمیدین انون؟ بله آقا فهمیدم، فهمیدم دیگه. امروز روز میدونین جوونا خب یه خود اشتباه میکنن و ما که مثلا عاقل‌ترین باید دستمون رو دراز کنیم، دستشونو بگیریم و اونا رو بکنیم بالا. نه اینکه یه تیپان بهشون بزنین و بندازشون. ببخشید خود به شما مثل که تیپا زدن به شما. ببخشید باید تو بمیری. این اولین دفعه ایست که تو زندگیش این داره حرف حسابی میزنه قربانی. البته ما هر کاری از دستمون بر بیاد براش میکنیم. ما حتی موافقت کردیم تا بیاد امتحاناتشو که نداده بده. بده میگه بده. خب میده. یعنی با وجودی که امتحان نداده ولی چون شاگرد خیلی خوبی بود رفوزش نکرد. شما خیلی لطف دارید. قربون دست چنگالتون. بقیهش دیگه با شماست که قانعش کنین دوباره به تحصیلش ادامه بده. ادامه بده. میدونین من راجع به اونا خیلی فکر کردم. اونا کیان؟ فرید و لیلا دیگه. اما اونا دیگه. شما باید کاری کنین تا رابطه اون دوتا به صورت اولش برگرده. همه چیز دوباره درست میشه. این اولش. این جداییه که اونا رو به این روز انداخته. لیلا هم مریض شده. دیگه مدرسه نمیاد. اونا دنیا رو برای خودشون تموم شده میدونن. منظور منو میفهمین که؟ خب بله. بله یعنی اگه اونا دوباره اینجوری بشن، اینجوری که بشن، کار درست میشه. آره دیگه. ایشالله شما دوتا شما. واو چی بود؟ ما از دست تو فکرامو کردم. اگه اون دوتا رو با هم دیگه روبرو کنیم، دوباره عشق سوزانشون دوباره برخواهد شد و اونها رو در بر خواهد گرفت. نفهمیدم چجوری اونا رو با هم روبرو کنیم تا آتیش بگیرن بسوزن و همچی از شرشون. اینو نمیدانم. چجوری مخیش نمیدانم. اینو نمیدانم. باید فکر کنم و بیابم. فکر بدم. باید بیابم. یافتم. بافتی؟ چی؟ نخیر بافتم. بافتی؟ نخیر یافتم. پیدا کردم. خب بگو چیه؟ باید یه دختر همکلاسشو واسطه کنم. دواها رو همین امروز براشون بگیرید. جای نگرانی نیست. حالشون خوب میشه. متشکرم آقای دکتر. فقط باید یه خورده استراحت بکنن. البته بدون فکر و خیال. خب مرمت شما زیاد خانم. هفته دیگه میام بازی سری بهشون میدم. به سلامت. با اجازت. یادتون رو استراحت براش از هر دوایی بهتره. آقای دکتر مطمئنین که حالش خوبه؟ دخترتون فقط ضعف روحی داره، جسمن کاملا سالمه. یه مسافرت واسش خیلی خیلی خوبه، حالشو بهتر میکنه. اصلا نگران نباشید. خیلی زود خوب. خدافز آقای دکتر. خب بهش تلفن کن. نمیتونم. اون فکر میکنه واسه شغلش و پولش بود که باش به هم زدم. پس واسه چی بود؟ به مامان گفته بودم که اون کیه. اونا هم با ازدواج ما موافقت کرده بودن، فقط فاصله این که با هم فاصله طبقاتی نداشته بود. همیشه از این که با جوانای فقیر معاشرت داشته باشن منو سرزنش میکرد. حالا چطور میتونم بهشون بگم همه چی ساختگی بوده و میگه گارسون رستورانی؟ خودت چی؟ درسته که من تو ناز و نعمت بزرگ شدم، اما میتونستم با گلیم پارشم بسازم که دوستش داشته. کاش اون شب وای میسادی و باش حرف میزدی. اون طفلکی که جرمی مرتکب نشده بود. نمیتونستم. یهو حس کردم پیش بچه ها خورد شدم. اگه از اول به من راستشو بگو. من باش حرف بزنم؟ فایده نداره. نمیخوام فکر کنه حالا که به جایی رسیده به طرفش برگشته. اونطور که میگن اون زنم خیلی گرفتارش کرده. حتما دیگه منو فراموش کرده. یعنی بین اونا رابطه ای هست؟ حتما. من که فکر نمی کنم. خان. یه خانم اومده از تو میخواد، یعنی تو رو میخواد. بگو بشینن الان میام. میگه کار خیلی واجبی داری. اسمش هم نپرسیدی؟ به زور میخواد بچپه تو اتاق. حالا بچپه یا نچپه؟ خیلی خوب بگو بیاد اینجا. پس بچپه.
خانم بیچه پی یعنی بفرمین تو اوناش اونجا تشتر فرشته سلام فرید سلام تو اینجا هیچ باورم نمیشه بشین مرسی برای ملاقات با شما بعد از یک ماه پیش وقت گرفت نه این که تعارفه من هنوزم همون فرید سابقم متشکرم بفهم شما چرا زحمت کشتیم؟ شما نداری آدم نبود این بود که خودم آوردم با عزت و خدافیش مرسی چه شده؟ قصهش طولانی؟ خوش بریم تو اون اتاق صحبت کنیم بلند شو گرون کرده میخوان یه مدت بفرستنش اروپا شاید اونجا حالش خوب بشه پس چرا تلفن میزدم جواب نمیداد از اینکه بهش دروغ گفته بودی ناراحت بود هنوزم که هنوزه دلم هواشو میکنه چشام مدام به دره که شاید وا بشه و اون از در پیدا بشه پس برو به دیدنش آخه میترسم بازم از من روگردون بشه که حالش خوب میشه حاضرم جونم هم براش بکنم تو فکر میکنی به من روی خوشکشون بدون سم نلی کن ببینم کریم اون تو کیه؟ یکی از همکلاسی های قدیمی فریده میگم فریده که واسه شون دارم میوه برم دهنشون رو شیرینی کنم فعلا کامیشون شیرین هست به میوه احتیاجی ندارم شما بفهم شیرینی کنم سلام خانم سلام تشکر نکن عزیزم خیلی معذرت میخوام من یه ساعتی میخوام برم بیرون کاری که با من نداری ها؟ من میخوام برم سلمونی تو هم باید با من بیای اینجا گوش کن عزیزم تا تو بری سلمونی منم میرم و برمیگردم با هم میریم آخه من که نمیتونم بیام تو سلمونی منتظر تو بشم خوب نیست بله میشناسنتون ایجاد مزاحمت میشه خب فرید خان نه من با اجازتون میرم گوش کن من میرم دلت میخواد بمون نمیخوای برو سلمونی شلوغ بازی هم راننداز بفهم خیار میل کنی بفهم تصنیفایی که میخونم برای تو و به خاطر تو میخونم تا
تو نباشی من چطوری میتونم بخونم عزیزم؟ فرید بیا از اینجا بریم. کجا بریم؟ جایی که دست هیچ کس به ما نرسه. ببینم دوستش داری؟ کیو؟ هایده رو میگم. وقتی کسی خدا رو پرستید چطوری میتونه بت پرستی کنه؟ شده. یعنی چی؟ عکس منو پاره میکنی؟ ببینم بگه امشب نمیای. چرا حاضر نشدی؟ چرا؟ چرا چی؟ چرا حالا؟ چرا حالا به فکرش افتاده و خودشو به نن من قریبم زدی؟ چرا وقتی لباس به تنت گریه میکرد سراغتو نمیگرفت؟ مگه اون شب که تو رستوران نوکری میکردی شیش تا گوش داشتی که حالا دوتا داری؟ ها؟ صبح تو شب خواهد دل خوردم و جون کندم تو به اینجا ترسوندم واسه چی بود؟ واسه اینکه یه روزی خانم فیلش شده هندسون بکنی؟ تمام زندگیمو به پات ریختم. تو این مدت واسه خودم یه قصر آرزو ساختم. دلم خوش بود که فردا اونو سایه سرم کنم. حالا یه بچه ننه یه عروسک باز میخواد همه چی رو واسه من خراب کنه. میخواد از بین ببره. اون باید بره عروسک بازی کنه. نه نه من نمیذارم. اگه جون من بره نمیذارم تو رو از من بگیره. اون به خاطر حوثش میجنگه ولی من به خاطر دلم. منو به حساب نیاوردی؟ منم اسیر دلم. فرید من عاشقت شدم. چرا نمیخوای بفهمی؟ خیلی متاسفم. میدونی فکر میکردم بتونم فراموشش کنم. تو خیال کردی من یه عروسک کوکیم؟ از من به عنوان یه بازی چه استفاده کردی؟ به عنوان یه سرگرمی تو بتونی عشق رو فراموش کنی؟ درسته؟ نه نه منظورم این نبود. پس چی بود؟ شاید میخواستی از من پولی بسازی که به آرزوات برسی؟ آره ولی من این پول رو سرت خراب میکنم. همونطور که بردمت به عرش همونطورم به زمینت میزنم. حالا میبینی حضرت آقا؟ یه روزی میترسم تو رو از دست بدم.
همونجام تو نگات امروزو میخوندم. هیچ کدوم همدیگر از دست نمیدیم. ما میتونیم به کارمون و به دوستیمون ادامه بدیم. تا کی؟ واسه همیشه. مگه نمیتونیم؟ چرا؟ فقط هر دفعه که میبینم ایت یاد روزای خوش گذشتمون میفتم. آتیش میگیرم. پس تو خیلی خوب میتونی حس کنی که وقتی کسی تو این آتیش میسوزه چه حالی داره. میدونم. معروفه که میگن آدم عاشق کوره، ولی بعضی ها زیادی عاشقن. تو واسه من خیلی زحمت کشیدی. شاید من آدم ضعیفی هستم، نمیدونم چی کار کنم، نمیتونم فراموشش کنم. حتی با وجود این همه تجملات و این همه ثروت نمیتونم. خیلی خوب، حالا که اینطوره من دیگه حرفی ندارم. فقط میخواستم از عشقت به اون اطمینان حاصل کنم. امیدوارم خوشبخت بشی. مثل یه مشته خوش حساب دومد. حالا چه شده؟ بیا یه استفان عرق با ما بده. این که پول عرق دیروزه تا که بده کار بودی. 15,000 دیگه بده تا بشه در عرق بودم. من فقط یه وعده عرق نسیه میدم، بده تو بریزم. جون من که نهید عرق بگیر. اون ندی نمیریزم. پولشو میدم تو بمیری. بیمای فتیره بابا. بده دیم جون تو فتیره. بابا تو عجب آدم خلی هستی. پدرت ها عرق نیم. این که بود دارم. بیا. من؟ آره. تو چه شد؟ سلام. حالت خوبه؟ الحمدلله. بد نیستم قربونش. هنوز واسه پول عرقت لنگی؟ ای خانم تا شما رو داریم دیگه غصه ای نداری. چطوره؟ شنیدم واسهش گرفتاری پیش اومده، مردم گذاشته فرار کرده. همینم مونده بود که دخترم بی‌سیرت بشه. من که پیشم نمیره درست حسابی ازش مواظبت کنم. خدا عاقبتشو بخیر. بیا بالا کارت. رو چشم. خب اینم بلیط هواپیمامون. یه استراحت حسابی میکنیم. این مسافرت خیلی برای تو لازم بود. البته با تو. والا زنجان یه حلوای تن ترانی تا نخوری ندانی. چی شده این؟ فرید وفایی حالا کجا میخوای بری؟ میرم یه چند کار دارم، زود برمیگرم. میخوام چی کار کنی؟ تو تلویزیون خوشگل تره برم ازش امضا بگیرم. بگونه پدره میخوانی امضا بگیری؟ امضا ببرم بدی؟ بله البته خانم. آخه یعنی چی امضا به چه درد میخوره؟ بذار در کوزه به شما خان. یه امضا به من بدی؟ البته. بنداز. چیزی که جان نزدیکی نداره. برو به سلامت مادر. بکش کنار بینم. تا رسیدین از همون فرودگاه پاریس یه تلگراف من بکنین از سلامتیتون با خبر بشم. یادتون نره ها. اجازه بده من بلدم جا کنم. بریم به سلامت. مثل اینکه خودش باشه. خیلی تموم شد. آقای فرید وفایی. بله بفرمایید. یه شکایتی از شما شده. لطفاً تا کلانتری تر. شکایت؟ من دارم میرم اروپا تا یه صد دیگه هواپیمون پرواز میکنه. چی شده مگه؟ دختری 17 ساله تحت تعقیب قرار گرفت. این دروغه، دروغه. فرید این کارو نمی کنه. آروم باش دختر، از این جوونا هرچی بگی برمیاد. با یه لبخند گول میخورن و با یه اهم جا میزنن. نه مادر،
نزن. خب شیطون آدمو گول میزنه. امان از دست این دخترا. شهرت و صورت جوونا عقلشونه میدوزه و تن به هر کاری میدن. بعدش هم میگن اقفال میکردن. مادر، من دختر بدبختیم. توزه داشتم دعم خوشبختی و میچشیدم. زندگیش به موقع است نشیرینیش. چقدر آرزو داشتم خنده رو لبات ببینم. انگار باید آرزو به دل بمیره. ولی من دلم گواهی میده که اون بیگناهه. خدا میدونه. این یه توته است. به خدا حقیقت نداره. واقعا تو باور کن. من اون دختره رو اصلا نمیشناسم. من باور میکنم. ولی با بودن اون عکس کسی این ادعا رو قبول نمیکنه فرید. من نمیدونم اون عکس تو چه شرایطی گرفتن. از دیشب تا حالا همش دارم فکر میکنم. نمیدونم، شاید توی یکی از اون شلوغیای بعد از برنامه بوده. اینقدر عکس درشته که اصلا معلوم نیست کجا هستیم. آخه مردم چه دشمنی با تو دارن که این کارو بکنن؟ مردم هیچی. ولی چی؟ من هایده رو خیلی خوب میشناسم. وقتی بخواد یکی رو نابود کنه از گرگ تیر خوردم خطرناکتره. منظور چی؟ یعنی میخوای بگی هایده این دستی سر جور کرده؟ کاملا نه، اما هرچی بیشتر فکر میکنم میبینم انگیزه هایده برای زدن این تهمت بیشتر. واسه چی؟ واسه اینکه توقع داشت باش ازدواج کنه. خب حالا چی میشه؟ توتعه باشه میشه اونا رو با پول به حرف کشید. نه، دلم نمیخواد تو واسه من تو در به سر بیفتی. من خودم وکیل میگیرم و مطمئنم که همه چی روشن میشه. ولی تا اون وقت همه چیزی تو از دست دادی. شهرت، محبوبیت. و این همون چیزیه که هایده میخواد. میخواد تو رو به زانو در بیاره و بهت ثابت کنه که بی اون هیچی نیستی. جنس زن و زن میشناسه. کیو در بیاری این زنی که چی؟ کرده شره هرده به چی چیش می نزه؟ چی ناز کرده قربونتون برم الهی؟ هرچی بیشتر همش بزنیم بیشتر گندش در بیاد. چی می خواهی؟ چی می خواهم؟ اینی کپش سرتو کرده تو برف و دومت هواست. خیال میکنی هیچ کس نمیدونه زیر این ظاهر ساخته که چه باطنی کثیفی قایم کردی؟ حرف دهنتو بفهم بچه، و الا با کتک میندازمت بیرون. کلش جور کردی و یه جوون بیگناه ها انداختی زندون که آبرو و حیثیتشو ببری. آره، ولی من نمیذارم. که چی؟ که این که باید بری و بگی کار تو بود. رحیم، این دختره پرو رو از اینجا بندازش بیرون. بله. لیلا خانم، شما اعصابتون ناراحته. بیاییم بریم بیرون یه خود قدر. نمیام، اون همه چیزم رو ازم گرفته. نام زدم رو ازم گرفته. من تو پدرش رو در نیارم از اینجا نمیرم. خانم، چرا این طفل معصوم رو بی خودی میزنی؟ آخه گناه داره. خب اون فرید رو خیلی دوست داره. اعصابش خراب شده. باید بره عروسک بازیشو بکنه. خیال کرده منم فریدم که با زبان چرب و نرمش گول بخورم. این کلکو تو جور کردی. من می کردم که کردم. میتونی ثابت کن. حالا برو گمش از خونه من، برو بیرون. مگه دیگه خوابشو ببینی؟ دختر جون ناراحت نشو. من حس میکنم الان تو چه حالی داری. من خودم هم خیلی ناراحتم. این چند روزه واسه من چند سال گذشته. بیا برو خونه یه استراحتکی بکن. خود منم اول فکر میکردم که راست راستی فرید این کار کرده، اما انگار اینجور نیست. رحیم آقا، من مطمئنم هر کلک زیر سر این زنی کرد. آخه چطوری میشه اینو ثابت کرد؟ نمیدونم. ناراحت نباش، خدا بزرگه. سر بیگناه پای دار میره، اما بالای دار نمیره.
تو حالا برو خونتون، بعدن ستایی میشینیم یه فکری واسش میکنیم. به کریمم میگم بعضی وقتا اون یه چیزایی به مخش میزنه که خیلی ابتکاریه. بفرمایید. بله، امید خدا انشاءالله همه چی درست بشه، خیالتون راحت باشه. خدا بزرگ مرمت شما. آخه تو مخ نش بزنی. حواظ این حرفا یه فکری بکنی. زد به مخم. باید اینجوری ثابت کنیم که کار کار فرید نیست. باز زحمت کشیدی بابا، زیاد فکر نکن. همون یه ذره مخی هم که داری میترسم تحریف بشه. این حرفا چه فایده ای داره؟ این خودش میدونه که اگه مخ من به کار بیفته هیچ کی جلودارش نیست، هیچ کس. تو رو خدا بده اون دستت. ما رو به اون که دلمونو به مخ کی خوش کرده بودیم. خدا بده بابا. برو بابا. رفتم تو مخ. رفتم توی مو از تو مخ در یه بار تو مر رفتم توی مو بری کلا پیداش کردم، پیداش کردم، همچین درستم پیداش کردم. بازم باتی کردی؟ پیداش کرد. نه دایی جون، راش پیدا کردم دیگه. تمومه 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 تمومه. همین امروز فرید از زندون آزاد میشه، میره خرید. آخه چه جوری؟ یه همین جوری میریم از دختری میپرسیم. خب بفرمایید که میریم از دختری چی میپرسیم؟ آیا فرید با تو آره یا فرید با تو نقاره، یعنی نه آره؟ آره تو بمیری، اونم فوری میگه نقاره، یعنی نه آره، و همه چی تمومه. آره خب حالا دیدی که همه چی تمومه. بگو ای بیا تو آفتاب رانه رو مخه پیدا میکنه. نگفتم نگفتم. باریکلا کریم خان عالی بود. عالی بود، پس بزن بری. ما نفهمیدیم آخه چیش عالی بود. بی خودی میگن عالی بود. نه رحیم خان، کریم خان راست میگه. اگه ما دختره رو پیداش کنیم شاید بتونیم پاپول راضیش کنیم که حقیقت رو بگه. آره ولی خب چه جوری پیداش کنیم؟ ما که آدرسش رو نداریم. از کلانتری میگه. از کلانتری میگه. راست میگه. گوش کنی بچا، من میگم بریم از کلانتری بپرسیم آدرس بگیریم. 14000 پوسند نمیده. در دوم نرسیده، در اول بالای نرسیده، بغل اون بند در همین. اینا اینجا خودم پیداش کردم، خودم زنگ زدم. اتفاقا خودم پیداش کردم اول. این تعظیم قرار است کرده. سلام عرض میکنم خانم. ببخشین اسم شما سودابه است؟ چه سودابه؟ شما فریدا میشناسی؟ بله. نه واسین تو رو خدا نرید، من همه چیز رو میدونم. چی رو میدونی؟ میدونم که وادارت کردن دروغ بگی. بله فرید خان با این همه چیزی واسین میگه. بله بله، تازه آیده خانم هم به من گفت که به شما پول داده که این کار رو بکنیم. بله ما میدونیم که شما تقصیری نداریم، مجبورتون کردن، اما راضی نشین که یه جوون بیگناه تو زندون بیفته و زندگیش از هم بپاشه. منو بابام و عمومم شب تا صبح کارمون گریه زنیه. منم که همیشه اشکم دارم مشکم و از بس گریه کردم اشکم دارم شد. به خدا خانم جون به بدبختی یه جوون راضی نشین، بیا اینو بگین کار اون نبوده. خواهش میکنم. کار خود کنم. سلام. این لولو خورخه سلام اینا کی هست سودابه؟ سلام بابا، این خواهر فریده، اونم باباشه. اونم واسه چی اومدین اینجا؟ خیلی شیرین کاشتین، اومدین دست خوش بگیری بزنیم با چگی. الله برای اون قسمت اقفال اومدیم حضور. خواهش میکنم فرید و نجاتش بدیم. اینا مال شما، به خدا قیمتش خیلی زیاده، بیشتر از اینام ندارم که بهتون بدم. سی تومن میای؟ بیا اینو بگین که اون بیگناه. تا یه بلای سرتون نیوردم از اینجا برین. این خیال کردین شرف و آبرو و انسانیت رو میشه با پول خرید؟ بیا بخر خرید یه نفر میشه ما اخوانش بریم. بگو به پدر هیچی نداره، یارو خودشم باوره شده که فرید این کار کرده. عجیبه والا. ضرور پدرت لعنت، دختره داشت همه چیزی میگفت و یهو یارو اومد که سه درخت عرعر جلومون سر شد و تمام کارار خراب که نداشت. حالا باید چی کار کنیم؟ من که دیگه عقلم به جایی نمیرسه. ببینم داری گربه میکنی. میگم گربه میکنی، گریه میکنی. چشام کور بشه عشقتو نبینم. اگه فرید بفهمه که تو داری عشق میریزی جیگرش به خدا آتیش میگید. من خودمو میکشم. میگم به جان مادر مرگ من اگه این کارو بکنیم. خب بالاخره یه جوری میشه قضیه رو حل کرد دیگه. میدونی اصلا میریم یه وکیل میگیریم. آدم تا سختی نبینه نمیتونه راحتی و مزهشو بچشه. یعنی مزه راحتی در همون سختیست که راحتی مزه میده. ببینم تو گفتی که خودتو میکشی. بیچاره شدیم بدبخت.
این مسخره بازی ها چه؟ چرا نمیگین چی شده؟ ای داره غزل آخر میخونه، داره اجاق زندگیشو فوت میکنه، داره فوت میکنه احمق جون. آخ الهی من چرا چرم میگین؟ معلوم هست شما چطور شده؟ نامه ربانه بخش نازنینی بود، چه نازنینی بود؟ فرید طوری شده؟ فرید نه، اون یکی داره میبینه، اون یکی کیه؟ لیلا خانوم، لیلا خانوم داره میبینه، دهنش کف کرده همینجور بره بری باش قنبولی زده بیرون، قنبول زده بیرون داره نیمیره، پاسه چی؟ قرص خورده، خود پشونی کرده، مگه شروع به غنایی ببینم که تو بمونی، که من بمونم که تو بمیری، که اون خودشو کشتی؟ خیانت، خانم زن آقا، خیانت فرید اونو بکشتن. خیانت نمیخواستم اینطوری بشه. حالا مرده؟ بزرگ که میگم یه زده دیگه بیشتر زنده نیم. خب حالا کجا؟ تو اوبرجانس. نه خیر تو اوبرجانس. تو یه ساعت دیگه بیشتر دووم بیاره. چرا به من خیانت کردی؟ من هرگز تو رو نمی بخشم. داره هزیون میده. خانم جو بیدنزم به دامنه تو بیدنزم آه این دختر دامنه پسرم رو بگیره و بالاخره جمعون مرگش بکنی، یک کاری بکنی تو رو کنی. آخه من چی کار کنم؟ ما هرچی اولی دفاع کردیم به خرگش نرم، شما یه جوری قانعش کنید بذارید طفل معصوم این آخر عمری با خیال راحت بمیره. شباب داره به خود خونش گردن منی فرید. چرا به من دروغ گفتی؟ من میمیرم، اما تو باید تقاس دست بگی. دختر بیچاره، شما جوونا چرا اینقدر کم طاقتی؟ لعنت به من، نمیدونستم اینقدر همدیگر رو دوست داری. اون به تو خیانت نکرد، اون تو رو واقعا میدونست. خانم خودشون به گناهشون اقرار کردن. اعتراف هم کرد تازی. پس همه این کارا یه حقه بود؟ نه خانم، دعای شما مستجاب شد که من زود خوب شدم. آی وکیل در تو کیفه برو هم نقششون رو بگو کنم. آی وکیل ممنان 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 سوخته نقه. آره آزاد شد، بریم استقبالش داری دمه رفته. بیا خودشو، کجا میری مادر؟ مامان الان برمیگردم. الان برمیگردم.